نیومده بودن که فقط کمی بچه‌ها رو بزنن، نیومده بودن که فقط اشرفی‌ها رو بترسونن، مثلا وادار به عقب‌نشینی بکنن، اومده بودن برای شهید کردن بچه‌ها. صحنه اینطوری بود که تند و تند به سر و صورت این و اون میزدن با همون چوب و محکم و میافتاد، ولی هیچ وقت اون صحنه جلو این ماشینا خالی نمیشد. یک نفر دیگر از این ور میومد درست روبروی همون چوب که نظر این ماشینا بیاد، یعنی صحنه خالی نمیشد. اینا که دیدن لودر ما داره ممانعت ایجاد میکنه از ورودشون، شروع کردن راننده لودر رو زدن با سنگ و چوب و به طرز وحشی. این نقطه بود که سه‌چهار تا از بچه‌مون پریدن برای لودر. علی جعفرپور بود و ناصر که فامیلش تو ذهنم نیست و حمیدرضا سنوبری و البرز قفایی، اینا چهار نفر شدن محافظ راننده لودر. هیچ جا تو دستشون نداشتن، فقط با دست و سپری کردن خودشون این سنگایی که به سمت راننده میومد سعی می‌کردن که بخوره به خودشون ولی به راننده نخوره، تا راننده بتونه، راننده لودر ما بتونه این ممانعت رو ایجاد کنه. صحنه که فقط من واقعا میخواستم بگم این که سبقت گرفتن در دفاع از شهر شرف، در دفاع از خونه مریم، واقعا توی مجاهدی موج میزن، به خصوص تو بشه جوان سازن. اصلا این بچه ها قابل کنترل نبودن، مستمر خودشون جلو پرتاب میکردن، شعار میدادن، اصلا یه شروع فطوری تو این بچه ها با وجود مردی اصلا مالی من قابل تصور نبود. از هم دیگه مستمرن سبقت میگرفتن، انگار که میخواست ترسی بیشتر مجاهدی خودشو، اون مظلومیت و حقانیت خودشو نشون بده به بیرون خودش. مساحتی رو لودر همه رو، این سیاجا رو، این سیخاردار و موانع رو همه رو هل میداد عقب، ما میرفتیم جلوش با دست به دست هم دادن و دیواره انسانی مانع میشدیم. لودر میومد، بیمه آبا میومد، با بیلش میومد تا جایی که این موانع بهش اجازه میداد میومد که بچه های ما رو دفن بکنه. یه نقطه ما اون انتهای خاکریز که چیز که جلو گرفته بودیم با لودر اومدن، ما خوابیده بودیم چند تا از بچه‌ها که مانع از عبور لودر بشیم، لودر اومد خاک جمع کرد، همه جو داشت میریخ روی ما، قصد دفع کردن ما رو داشت که من با یکی دو بچه ها از زیر خاک کشیدیم بیرون. من خودم درست روبروی ناخن سمت راست لودر بودم، یعنی ناخن داشت میومد صاف بیاد تو شکم من، من خودم رو کنار کشیدم، اما دو تا مجاهدی که اون طرف بین آیفا و لودر در حال پرس شدن بودن، اینا فرصت نکردن که خودشون رو بکشن پایین و موندن بین ناخن لودر. من خودم دیدم یک ناخن وسط لودر تقریبا 20 سان رفته بود تو شکم یکی از بچه ها، که خوشبختانه چون پشتش این دیواره آیفا نبود، دیواره آیفا بالاتر بود، شهید نشد. ولی من فکر کردم شهید شد، وقتی هم لودر دنده عقب گرفت نفر افتاد، چشماش سفید رفت، ما برداشتیم سریع کشیدیمش بیرون. ولی اینقدر این راننده لودر اینقدر بی‌رحم بود، ما فکر نمی‌کردیم اصلا چنین انسانی توی زمین وجود داشته باشه که بیاد با ناخن لودر انسان‌ها رو بین لودر و خودرو بگیره پرس بکنه، یا بخواد اینجا مثلا اون صحنه که اینجا نزدیک 20 25 تا مجاهد خلق بود، خاکو بلند کرده بود که برید اینا رو زنده به گور بکنه. یکی از جنایت‌هایی که اینا داشتن این بود که من دیدم دو تا از بچه‌ها بودن، یکی دیگه‌شون حبیب بود، حبیب شعبانی بود، نزد ناخونه بیل لودر آویزون بودن. اون راننده لودر دیشخیبی بود که فقط با این نیت، کاملا مشخص بود با این نیت اومد که یه جیب اون برای خیابون پارک بود، که این برادر وقتی دیدیم برادر تو از ناخن لودر آویزونه، فقط داشت این جاده رو تهی میکرد که بیاره این برادر رو بین خود بیل، بین خود ناخن و پاکت بیل و لودر قرار بده و لهش بکنه تا بتونه اینطوری مثلا به زعم خودش ما رو به عقب نشینی وادار بکنه. که تو لحظه آخر اون بعدا پاشو کشید بالا، بدنش کشید بالا، که واقعا اگه این کار نمیکرد دو تیکه میشد، دو قطعه میشد بدنش. یه نقطه شروع کرد به چپ کردن آیفا، حتی
این ماشینایی که ما اینجا داشتیم شروع کرد وحشیانه چپ کرد، ماشینا الان بردن اینجا خیلی از دور خارج شده، یا حتی خودروهایی بود که اینجا اصلا خالی اصلاش بود، کاری نداشت، ماشین ما بود اون کنار بود، ولی این پلیسای عراقی میمدن شیشه رو خورد میکردن، جنسایی که توش داشت دارن نشون، یعنی اصلا کارای رذیلانه و پستی که ما مونده بودیم که اینا مثلا واقعا همه کاراشون پاسدار نشان و کینه بود. خودم توی